با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز پنج شنبه هست که داریم این برنامه رو ضبط میکنیم در لس آنجلس و روز یک شنبه به وقت لس آنجلس حدود ساعت 1 بعد از ظهر 1 تا 2 بعد از ظهر پخش میشه. مدت برنامه جمعاً 50 دقیقه است. از مسئولین تلویزیون استدعا کردم که در صورت امکان وقتی رو به من بدن که ما بتونیم برنامه ها رو بروز داشته باشیم، چون فاصله ای که بین ضبط برنامه تا پخش برنامه اتفاق میفته مخصوصا این روزها انقدر وقایع سریع و در واقع ضمن خوشحال کننده بودن نگران کننده هست که حد و حساب نداره. سومین روز فراخوان آبان 98 رو که مردم رو رژیم به گلوله بست و بعضی از گزارش ها حاکی از این بود که 1500 نفر رو کشته، سومین روزش امروز هست و در همین ساعت بعد از ظهر در لس آنجلس که من دارم خدمتتون صحبت میکنم، در سراسر ایران قوغایی برپاست و این تظاهراتی که داره صورت میگیره در دور افتاده ترین نقاط کشور که سابقه نداره و خب رژیم هم بیکار ننشسته، از خشونت به هیچ وجه عبایی نداره، سرکوب میکنه و علی رغم اینکه مردم تسلیم نشدن و دیگه ترسشون ریخته، او به رژیم به کار خودش داره ادامه میده و با تبلیغات دروغین و استفاده از رسانه‌های دروغ پردازش که تا اون جایی که خبر میرسه چندان مخاطبی نداره، داره سعی میکنه که با دروغ پردازی مردم رو و کسانی رو که سنین بالاتر هستن و دسترسی به رسانه های اجتماعی ندارن به اصطلاح گول بزنه و دروغ بهشون بگه. در رابطه با اقداماتی که کشورهای اروپایی پارلمان اتحادیه اروپا انجام داده، 27 کشور اگر اشتباه نکنم از کشورهای اروپایی که با ایران داد و ستد داشتند و در طول این 43-44 سال منافع زیادی رو بردن، با توجه به این خیزش انقلابی رو که ما شاهدش هستیم در ایران، نتونستن دیگه ادامه بدن به این روابط و به تدریج دارن با مردم ایران همراه میشن. آرزوی ما این هست که این تظاهرات، این کوشش و این خیزش انقلابی که در تاریخ معذرت میخوام شاید دنیا بی نظیر بوده، همه رو مبهوت کرده. جنبش انقلابی که پیش قراولانش زنان و دختران جوان ما هستند، میلیاردها تومان و دلار، تریلیون‌ها تومان که جمهوری اسلامی خرج کرده بود برای احداث نهادهایی که مردم رو مغزشویی بکنند و ببرند به سمت و سوی یک رژیم قرون وسطایی متحجر، باورشون نمیشه سران رژیم و حتی همین سرکوبگران و بعضی از سران سپاه که از این همه کوشش و تلاش و هزینه یک دفعه یک چنین بهره‌بندی و یک چنین میوه بار بیاد. درود میفرستیم به جوانانمون، به زنان
به زنان و دختران جوان دلاورمون و براشون آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم هر چه زودتر این رژیم دست از سر مردم ایران برداره و بدونه که دیگه به هیچ وجه جایگاه و پایگاهی در ایران برای آخوند و برای رژیم تشیعی این رژیم آخوندی وجود نداره. کشتارهایی رو که کردن در طی سالیان گذشته و مستندهایی که این روزها از رسانه‌های برون مرزی بی بی سی که در بعضی موارد واقعا فعالیتی نداشت و بعضی از برنامه سازاش واقعا یک مشکلاتی رو ایجاد کرده بودن و جانبداری میکردن از جمهوری اسلامی، در نتیجه این جنبش عظیم و فراگیر روششون رو عوض کردن و بی بی سی مرتب داره مستندهایی رو منتشر میکنه که حیرت انگیزه، از محاکمات، از قطعهای زنجیره‌ای و مسائلی که در طی این 43 سال 43-44 سال جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرده. من وقت برنامه رو نمیگیرم، ترجیحم اینه که در خدمت جناب آقای دکتر منصور فرهنگ بپردازیم به بعضی از این نکات و آنچه که در امریکا داره میگذره و تأثیر اون بر روی این جنبش انقلابی مردم ما. به هر حال امریکا یکی از بزرگترین کشورهای دنیا و دموکراسی خود امریکا الان دچار نوعی سردرگمی شده و این گونه مسائل رو با دکتر فرهنگ در میون خواهم گذاشت. سلام میکنم خدمتشون در نیویورک و سپاسگزارم که بار دیگر با مشغله زیاد و میدونم که مشغول نوشتن مقالاتی هستین که مستند هست و نکاتی رو مطرح میکنید درش. سلام میکنم خدمتتون و ممنونم که مجددا دعوت من رو پذیرفتید. خیلی متشکرم از دعوتتون، امیدوارم که بتونیم گفتگوی مفیدی داشته باشیم. دکتر فرهنگ، شروع کنیم از این فراخوان سه روزه‌ای که داده بودن و جمهوری اسلامی سعی کرد اون رو خیلی ناچیز و بیباها نشون بده، ولی تظاهرات حیرت انگیز بوده و در جاهای ما شاهد تظاهرات هستیم که سابقه نداشته، در شهرهای کوچک و سرکوبی که مثلا رژیم در ایزه و در بوکان و در مخصوصا قسمت‌های کردنشین ایران داره انجام میده. این رو به چه صورت می‌بینید؟ یعنی واقعا با شکوه نیست به نظر شما و به همه رو متحیر نکرده این خیزش انقلابی؟ کاملا، حتی در مقایسه با نهضت مشروطه، در مقایسه با نهضت ملی شدن نفت و حتی در مقایسه با حرکت انقلابی 57 یک تحول و تغییر اساسی در جنبش کنونی میبینیم و اینکه این جنبش فراگیره. حتی در انقلاب 1357 50% از 36 میلیون جمعیت ایران در دهات زندگی میکردن که اینها واقعا هیچ نوع فعالیتی در رابطه با مبارزات ضد رژیم سلطنتی نداشتند. این مبارزات در شهرها بود، در تهران بود و تبریز بود و اصفهان و شیراز و غیره، در حالی که امروز ما این مبارزه رو فراگیر می‌بینیم و در اقصی نقاط ایران، یعنی این نارضایتی مردم و نفرت مردم از رژیم محدود به بخش خاصی از طبقات شهرنشین ایران نیست بلکه فراگیره. این واقع و بعد اینکه امروز 75% از مردم ایران یا در زمان انقلاب 43 سال قبل کودک بودن یا متولد نشده بودن و حدود این بیش از 70% شهرنشینن، بنابراین ما داریم در برابر یک نهضتی قرار گرفتیم که واقعا تمامیت جامعه رو در بر میگیره
ولی در این حال به دلیل خطر و جنایاتی که رژیم میکنه، نه اینکه همه اونها توانایی و امکان شرکت در این تظاهرات یا جنبش رو داشته باشن، ولی به طور کلی من میخوام بگم که این واقعیات امروز برای بسیاری از ما سالهاست روشنه که رژیم ایران ماهیتاً یک رژیم فاشیسم مذهبی است، ماهیتاً. و اگه اینو در قانون اساسی خودشون، در نوشته های خمینی، در تمام مواضعی که میگیرن، مثلا جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم کردن و به طور کلی این فاشیسم مذهبی رو، اگرچه فاشیست در کشورهای مختلف از زبان و استعارات و سنت‌های اون کشور برای توجیه خودش استفاده میکنه، در ایران هم همینطور. اینها از خرافات و اوهام و افسانه های مذهبی استفاده میکنن برای توجیه خودشون. ولی میخوام بگم که در این 43-44 سال گذشته ایران از سه ابزار استفاده میکرده برای بقای خودش و برای مهار کردن مخالفت یا انتقاد جامعه. یکی ایدئولوژی بوده، یعنی استفاده از مذهب، خصوصا خرافات و اوهامی که به هر حال توی توده های مردم ایران جذابیتی داشته استفاده میکردن ازش. و یکی ایجاد ترس در جامعه برای رژیم بسیار بسیار مهم بوده که برای همه رژیم های فاشیستی مهمه، برای همه رژیم های فاشیستی هم استفاده ایدئولوژیک بسیار مهمه. و سوم دستگاه سرکوب، و باز خیلی جالبه که اون چیزی که ما بهش میگیم بسیج یا لباس شخصی ها، همون نقشی رو در ایران ایفا میکنن که گشتاپو هیتلر در آلمان نازی ایفا میکرد. یعنی امروز این انقلاب، این حرکت انقلابی از نظر محتوا، انقلابی است به این دلیل که ماهیت رژیم رو زیر سوال برده، یعنی مشروعیت رژیم رو زیر سوال برده، نه اینکه تغییر خاصی درش بخواد که بخواد به اصطلاح رفورمیست بشه. این از این انقلاب بتونیم، میخوام بگم که این 50 و چند روز امکان ایدئولوژی در این 40 سال روز به روز تضعیف شده، ولی دروغ و حق بازی ها و افسانه ها و خرافات و هزیان هایی که تحویل مردم می دادن همیشه ضعیف می شده، ولی در این دو ماه بی نهایت بیش از هر زمان دیگری تضعیف شده، که هر جایی ما می بینیم شعارهایی که مردم می دن. و بار دوم این که ترس مردم به شکل غیر قابل واقعا تصوری ریخته، و چقدر حاضرن که ریسک بکنن با جون خودشون، با زندگی خودشون. ترسم در بین مردم، یکی از دلیل از بین رفتن ترسم رسانه های خارج از کشور هستن، برای اینکه ترس اون موقعی میتونه اتفاق بیفته در یک جامعه که مردم اطلاعات نداشته باشن و فکر بکنن که احساس اونها یا بینش اونها محدود به خودشون و افراد خاصیست که میشناسن، ولی این رسانه های خارج از کشور این امکان رو به تمامی جامعه دادن که بدونن ضدیت با این رژیم تا چه اندازه فراگیره و ماهیت فاشیستی این رژیم تا چه اندازه مورد توجه جهان قرار گرفته. این که این نهضتی که امروز در ایران وجود داره هم جنبه سیاسی داره و هم جنبه فرهنگی، و بی نهایت امیدوار کننده است، هم از جهت بینش مردم ایران، توانایی های رژیم برای مهار کردن مبارزات مردم، و بالاتر از همه اینها حداقل برای ما که در خارج از کشور زندگی میکنیم، دنیای خارج بعد این دو ماه، در این 50 و چند روز به این واقعیت پی برده که رژیم جمهوری اسلامی یا فاشیست مذهبی حاکم بر ایران یک استبداد دیگر خاورمیانه مذهبی در اونجا نیست. چون از نظر یه استبداد، یعنی آشنان باش، استبداد در اون منطقه دنیا صدها ساله که ادامه داشته، بلکه یک ماهیت فاشیستی داره که با استبداد معمول به این معنا که از مردم تمکین سیاسی بخوان بسیار فراتر رفته، دخالت در حریم خصوصی زندگی و تغییر سیستم آموزشی و غیر ذالک. اینه که رژیم
هم ماهیت رژیم در جهان افشا شده و هم توانایی رژیم برای فریبکاری و عوام فریبی در داخل کشور به شکل بی‌سابقه‌ای تضعیف شده. از این جهت ما باید به مبارزین داخل ایران تبریک بگیم و خودمون تا اونجا که امکان داریم تمام وجودمون فعالیتانمون رو در این بذاریم که دقیقا در رابطه با تضعیف رژیم، یعنی این انزوای سیاسی و اقتصادی رژیم و تحریم‌های تجاری و بانکی رژیم که از طرف جهان غرب اجرا شده و در روز به روز گسترش پیدا بکنه، این ادامه پیدا بکنه. این مبارزاتیه که ما در خارج در دفاع از تظاهرکنندگان داخل کشور داریم. دکتر فرهنگ، عده زیادی این رژیم رو یک رژیم مافیایی مینامند به درستی، و این اقداماتی رو که کرده برای محدود کردن و یا بستن اینترنت هیچ وجه مانع فعالیت‌های شبکه‌ای جوانان در ایران نشده و راه‌هایی رو پیدا کردن جوان‌ها که میتونن با اطلاع رسانی به هم دیگه به این جنبش ادامه بدن و همونطور که گفتید با شهامت بروند و نترسن دیگه. و این شعارهایی رو که میشنویم که قبلا میگفتن نترسید نترسید ما با همه با هم هستیم، الان تبدیل شده خطاب به سپاهیان و گروه‌های به اصطلاح سرکوب که بترسید بترسید ما همه با هم هستیم. اینها با شکوهه، یعنی واقعا بی‌نظیره. اما برگردیم به نکته‌ای که اشاره کردید در مورد کشورهای اروپایی و امریکا به خصوص. هرچند که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا آمدن و تحریم‌های زیادی رو گذاشتن روی افراد و شخصیت‌های مختلف، یکی از نظراتی که مطرح میشه اینه که خب این تحریم‌ها مثلا برای یک بازجو خبرنگار، چون بین این تحریم شدگان دو نفر بازجو خبرنگار هستند که این اسامی رو هم که ما میشنویم و این عناوین رو هم که میشنویم بی سابقه است، یعنی در رسانه جمهوری اسلامی صدا و سیمای کذاب ایران در واقع بعضی از این به اصطلاح برنامه سازا و خبرنگارا نقش مستنطق و بازجو دارن و این نقش رو ایفا میکنن. این رو به چه صورت میبینید؟ آیا واقعا فکر میکنید که این روشی رو که کشورهای اروپایی، کانادا به خصوص و اخیراً حالا راجع به امریکا صحبت خواهیم کرد و در واقع یک کمپینی که شروع شده بر علیه آقای رابرت مالی که مسئول میز ایران هست و در واقع تلاشی که داره میکنه برای احیای برجام، شما خودتون جزو کسانی بودید که با برجام موافق بودید و با کاری که ترامپ کرد موافق نبودید. آیا هنوز هم بر همین عقیده هستید یا اینکه دیگه فکر میکنید که اون موضوع منتفی است؟ به هیچ وجه منتفی نیست. ما در برابر معضلی قرار داریم به این شکل که رژیم ایران بر مبنای اطلاعاتی که از کارشناسان میگیریم، خصوصا بولتن آف اتامیک ساینتیست که وبسایت بسیار مهم و پیشرفت و به اصطلاح با اعتباری دارن، ایران بالقوه میتونه در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره و با این سیستم موشکی هم که با کمک چین و روسیه و کره شمالی درست کرده، امکان این که بتونه حتی از یک بمب برای به اصطلاح حتی محدود استفاده بکنه، این امکانات یا احتمالات وجود داره. این برای دنیای غرب و برای جامعه ایران فاجعه باره. بنابراین مهار برنامه هسته‌ای ایران به نفع مردم ایران و به نفع امنیت جهان تموم میشه. ولی این معضل به این دلیل نیست که اگر بخوان برنامه هسته ایران رو مهار بکنن الزاماً رژیم ایران رو تأیید میکنن، یعنی در تردیدی نیست که جهان غرب، اروپا و آمریکا در برابر یک مشکلی قرار گرفتن که از یک طرف
ماهیت فاشیستی این رژیم رو خوب میشناسن و دقیقا هم به همین دلیل نمیخوان این رژیم بتونه توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه. در این و این تلاش ادامه و این رابرت مالی کسانی که تر رابرت مالی تصمیم نمیگیره. رابرت مالی منتصب شده به وسیله رئیس جمهور آمریکا که دستورات دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی و ریاست جمهوری رو به اجرا بگذاره، نه اینکه خودش نقش ایفا بکنه. بنابراین دفاعی هم که او داره میکنه دفاع از دستوراتی است که از طرف رئیس جمهور میاد. ولی آیا این به نتیجه برسه یا نرسه نمیدونیم. ممکنه که به نتیجه نرسه، برای اینکه هنوز ایران به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخهای لازم رو برای پیدا کردن ذرات اورانیوم در سه منطقه ایجاد سنتریفیوژها در ایران، یعنی چرخک‌های سوخت در ایران، نداده. بنابراین نمیدونیم به کجا میرسه. ولی من فکر میکنم که رژیم اروپا و آمریکا در عین اینکه هنوز علاقمندند و به نفع منافع اقتصادی و امنیتی خودشونه که برنامه هسته ایران مهار بکنن، در ضمن هم بیش از هر زمان دیگری با ماهیت فاشیستی این رژیم آشنا شدن. یعنی آشنایی با ماهیت فاشیستی این رژیم بینش اونها رو که این برنامه هسته ایران باید مهار بشه تقویت میکنه. این به عنوان یه واقعیت دارم میگم که این واقعیت، حالا ما نظر ما راجع بهش به سلافی، برای اینکه اگر این کار نشه، اگر برنامه هسته ایران از طریق دیپلماسی نتونه مهار بشه و ایران تصمیم بگیره که به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده و به 90% برسونه، یعنی حتی از عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خارج بشه، در اون موقع به احتمال قریب به یقین به ایران حمله نظامی خواهد شد. ولی حمله نظامی به ایران به این معنا نیست که آمریکا یا اروپا بیان 500,000 سرباز به اونجا بفرستن که رژیم رو ساقط بکنن، کاری که در عراق کردن، کاری که 21 سال قبل در افغانستان کردن. به هیچ وجه. کاری که اینها از نظر نظامی میکنن، میان تمام زیرساختای نظامی، هسته‌ای و اقتصادی ایران رو بمبارون میکنن و یک بار دیگه در منطقه خلیج فارس جنگی ایجاد میشه که میتونه جلوگیری بکنه از صدور نفت و بنزین که حدود 20% از نفت و بنزین دنیا از خلیج فارس عبور میکنه. بنابراین اونها هم گرفتار این معضل هستن و به نظر من حمله نظامی به ایران این نهضت به اصطلاح بی سابقه تاریخ ما رو میتونه با مشکل روبرو بکنه و در واقع رژیم رو اگرچه از جهت نظامی و ادعاهایی که در منطقه داره تضعیف میکنه، ولی از نظر استبدادش با رفتار فاشیستی نسبت به مردم ایران تقویت هم بکنه. چون وقتی یک کشوری اشغال میشه، یک کشوری بمبارون میشه با از طرف نیروهای دیگه، در اون موقع مبارزات سیاسی و تظاهراتی که امروز وجود داره ادامه اونها در ایران امکان پذیر نیست. بنابراین حالا آینده چی میشه نمیدونیم. توجه داشته باشیم که ما داریم در حال حاضر صحبت میکنیم. 2 هفته دیگه، 1 هفته دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه چه اتفاقی میفته نمیدونیم. یعنی بینشی که ما نسبت به ایران داریم یه بینش واقع بینانه باید باشه و بینش واقع بینانه اینه که تحولاتی که در جامعه ایجاد میشه بینش ما رو تغییر میده، تحلیل ما رو تغییر میده. هدف ما، آرزوی ما، امید ما مرگ این رژیمه بدون چون و چرا. ولی مرگ این رژیم این نیست که ما انتظار داشته باشیم که، چون اگر یه عده‌ای از دوستان باید توجه داشته باشن که در این 70 سال گذشته آمریکایی‌ها از 2 راه تونستن رژیم‌ها رو در خارج از کشور تغییر بدن، یکی کودتا بوده، یکی جنگ. کودتای بلایی که سر مصدق آوردن، کودتایی که در کشورهای دیگه مثل در شیلی کردن، در آمریکای لاتین چند جا کردن، که یکی کودتا بوده و کودتا در صورتی امکان پذیره که ارتش موجود و دستگاه‌های نظامی در اون مملکت نوعی هدفی، نوعی استقلال رأی از نظر ساختاری داشته باشن نسبت به دولت، در حالی که در ایران اصلا هم چیزی نیست.
در ایران اون چیزی که به نام سپاه پاسداران و لباس شخصی ها و بسیجی ها درست کردن گشتاپوی رژیمن، یعنی نیروهای تحت اختیار فاشیست های حاکم بر ایران هستن. این و دخالت نظامی به این معنا که برن ایران رو اشغال بکنن و با رژیم بجنگن، اونم در افغانستان کردن، در عراق کردن، در لیبی کردن، در سوریه کردن و هر کجا که کردن با مشکلاتی روبرو شدن. و این کار به نظر من یه میتونه به جنگی کشیده بشه که به نظر من از این جنگ دموکراسی بیرون نمیاد. بنابراین همه ما در ضمن این که داریم بر ضد فاشیسم حاکم بر ایران مبارزه میکنیم، امیدواریم که این بتونه از طریق مبارزات مردم ایران به نتیجه برسه و شاید مبارزات مردم ایران بتونه تو بخشی از نیروهای زمینی که از بیشتر غالبا از بخشهای محروم جامعه هم میان روی اونها تأثیری بذاره که رو به مردم تیراندازی نکنن. وگرنه انتظار این که نیروی نظامی از خارج از کشور بتونه رژیم رو تغییر بده، این به نظر من یک به اصطلاح آرزو، آمال یا افسانه ای است که نمیتونه نتیجه مورد دلخواه آزادی خواهان ایران رو بده. دکتر فرهنگ، آژانس بین المللی انرژی اتمی و حکامش یک بر علیه جمهوری اسلامی و عدم شفافیتش در مورد فعالیت هایی که اشاره کردید در سه نقطه مختلفی که فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه داره، یک به اصطلاح گوشزد و تهدیدی بوده نسبت به جمهوری اسلامی که معلوم نیست تا چه حد مؤثر واقع بشه و گفته میشه که این نهایتاً به شورای عمومی سازمان ملل خواهد رفت و ما میدونیم که در شورای عمومی سازمان ملل با حضور روسیه فردی مثل پوتین که خودش الان دست به یک جنایت بزرگ زده و داره همینطور مردم اوکراین رو میکشه و چین و تا حدودی هندوستان و سایر کشورهای چند کشور کوچک دیگه که با به اصطلاح همراه هستن با جمهوری اسلامی نتیجه حاصل نخواهد کرد و به وجود نخواهد آورد. آیا فکر میکنید که ممکن هست که چون به خصوص چین و روسیه حق وتو دارن و این حق وتو یک وبالی شده به گردن این سازمان ملل که شده یک نهادی که میشه گفت شیر بیالودومو اشکم هست، چیه نظرتون؟ دقیقا حرف شما درسته، فقط در صورتی که یک اقدام بین المللی نظامی علیه ایران بشه که بگن از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد استفاده بکنن و بگن ایران خطری برای صلح و امنیت بین المللی شده و از این جهت دخالت ایران تا کمک های ایران به روسیه که خودش یک جنایت بزرگی علیه نه تنها مردم ایران بلکه مردم اوکراین هست و همینطور دخالت‌های نظامی ایران، دادن موشک به حزب الله یا غیر ذالک، اینها زمینه‌های این هست که از فصل هفتم بخواد استفاده بشه که ایران خطری برای صلح و امنیت بین‌المللیه. ولی واقعیت همینه که در اونجا روسیه 100% مخالف اینه و حق وتو داره، بنابراین از اون نمیشه استفاده کرد، از فصل هفتم منشور نمیشه استفاده کرد که به اصطلاح ایران به عنوان یک خطر برای صلح و امنیت بین المللی مورد تحریم یا حتی اقدام نظامی قرار بگیره. اینو آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این مشکل رو دارن، تردیدی نیست. یعنی که یعنی این یک معضلی وجود این اون تغییری که در اونجا میتونه، ما امید اینه که توی پایه دستگاه سپاه پاسداران هر چی زمان که میگذره اون قالب کسانی هم که دارن به مردم تیراندازی میکنن از مردم همون جامعه هن. از جمعونای همون جامعه هن. و غالبا هم از بخشای نسبتا فقیر جامعه اومدن به اونجا رسیدن که امروز وابستگی اقتصادی پیدا کردن به رژیم. این مشکلی است که به اصطلاح ما داریم، ولی پاسخ این مشکل این نیست که بیایم از دولت‌های خارجی انتظار داشته باشیم که بیان اقدام نظامی علیه
یون ایران بکن. منافع اونها همچی اجازه ای رو نمیده. ولی اگر ایران بخواد از عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خارج بشه، یعنی کاری رو که کره شمالی کرد ایران بکنه، در اون موقع من شکی ندارم که ما شاهد جنگی در منطقه خواهیم بود. آیا ایران این اقدام رو میکنه و آماده چنین جنگی هست یا نه، اونو ما نمیدونیم. که رژیم به هر حال این رژیم یک رژیم روباه صفته که وقتی به منافع خودش میرسه، همونطور که خمینی به اینا گفت، گفت لازم باشه مسجد هم خراب بکنید. به نظر تو سیستم گفتمانهای آخوندی دیگه از اون بالاتر نمیتونسته بگه. دفاع از رژیم، دفاع از ثبات رژیم نقش اولویت داره برای اینه که از یه طرف ما با یک نهضت بی نهایت امیدوار کننده ای در داخل کشور روبرو هستیم و از طرف دیگه به خاطر برنامه هسته‌ای ایران و به خاطر مشکلات اقتصادی که حمله روسیه به اوکراین ایجاد کرده، که همونطور ما میبینیم از نظر انرژی برای اروپا چه مشکلاتی ایجاد شده، حتی در این مملکت که با هستیم شاهدش هستیم، این مشکل یک مرتبه در ایران برای اروپا و آمریکا و غیر ذلک جنگ دیگری در اون منطقه براشون بسیار دردناکه، مگر اینکه ایران بخواد از عهدنامه منع گسترش خارج بشه و تحت هیچ عنوانی اجازه نمیدن که ایران توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه. ولی در این میان ما چه میتونیم بکنیم بجز اینکه تقاضای مثل انزوای سیاسی و اقتصادی بیشتر ایران، تحریم های مجازی و بانکی ایران و تقاضا کردن از اینکه اینترنت خصوصا شبکه های اجتماعی تضعیف نشه، برای اینکه ارتباط مبارزین داخلی با خارج از کشور مهمه و رسانه های خارج از کشور در تشویق و در حمایت از مبارزات داخل کشور نقش بسیار سازنده ایفا میکنن. بنابراین ما در خارج از کشور برای دفاع از مبارزات مردم ایران راه‌هایی داریم، ولی توجه که این نظر که حمله نظامی به ایران بتونه دردی رو دوا بکنه، این کمی با واقعیات در تضاده. ممنونم. آقای خمینی گفته بود که حفظ رژیم اوجب واجبات است. دقیقاً. و بعد که خود اکردمش هم که من و شما بارها راجع بهش صحبت کردیم، الان در مورد این رسانه‌های برون مرزی و نقشی رو که دارن ایفا می‌کنن و اطلاع رسانی می‌کنن علارغم تمام بگیر و ببندهایی که هست و نمی‌گذارن مردم از طریق اینترنت ببینن اینها رو، جوونا از راه‌های مختلف می‌تونن تمام این اخبار رو بگیرن و همونطور که گفتم به صورت زنجیره‌ای با همدیگه در تماس باشند، تیمی با همدیگه کار بکنن، که حیرت انگیزه همین به اصطلاح نهادهایی رو که ایجاد کردن در ادامه این خیزش انقلابی. در مورد اینکه تیم فوتبال ایران داره میره به قطر، قطر موقعیتش در منطقه و رابطش با جمهوری اسلامی چیه؟ و ما دیدیم که رئیسی رفته به دیدار حاکم قطر و با چه استقبالی روبرو شده و چه دوستی عجیب و غریبی بین رژیم هست با قطر، برخلاف بقیه کشورهای منطقه و کشور به اصطلاح مناطق خلیج. این رو به چه صورت ببینید؟ خلیج فارس، ببینید قطر با عربستان سعودی اختلافاتی دارند. بله. و هم مرز هستند و اگر عربستان سعودی همونطور که دو سال جلوگیری کرده از به اصطلاح استفاده قطر از به اصطلاح ارتباطی که با عربستان سعودی، قطر از نظر سرمایه گذاری وقتی ایران، وقتی میگیم که شما مثالی که زدین که مافیایی، بخشی از رژیم ایران مافیاییه ولی بخش دیگرش فاشیستیه. فاشیست به معنای جنبه ایدئولوژی و جنبه استفاده از زور، جنبه استفاده از خرافات، شکنجه و به طور کلی.
مافیایی دنبال پوله، مافیایی دنبال بهره برداری اقتصادی مادی، یعنی اینا ائتلاف کردن، یعنی نه اینکه یکی تو هم دیگه یکی هستن، ولی این دو جنبه رو داره. دوم اینکه قطر و ایران یک منبع مشترک گازی دارن که هر دو ازش استفاده دارن میکنن در خلیج فارس، که الان قطر داره بیشتر استفاده رو میکنه دکتر فرهنگ. بیشتر شاید قطر استفاده میکنه بس. ایران نمیدونم این رفت بین، به هر حال همکاری اینها برای استخراج گاز و فروشش، همکاری اینها برای هر دو طرف، برای هر رژیم هم یک قطر استبداد، رژیم استبدادی داره. اونها هم از کارگران به سراب استثماری که از هندیا و از پاکستانیا و از فیلیپینیا و غیر زارک میکنن، اونم یه با. بنابراین رژیم قطر هم یه رژیم استبدادیه. ولی رابطه با یه نکته مهمتری که در اینجا بهتون بگم راجع به قطر، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه در قطره. بیش از ده هزار سرباز آمریکایی در اونجا هستن، نیروی هوایی در اونجا استفاده میکنن. بنابراین قطر در وضعی قرار داره که هم آمریکا علاقه من به ادامه است، و این که به خاطر این استفاده به صورت مشترکی که از منبع گاز دارن میکنن بین ایران و قطر، روابط تجاری بوده و ادامه داره، و حتی یه عده از سرمایه‌دارای ایران و خارج و داخل کشور سفر به قطر میکنن. بعد توجه داشته باشیم آقای اجازی که تمام این کشورها دنبال منافع ملی یا منافع رژیمن. تنها کشوری که امروز در دنیا از بیخ و بن و ماهیتاً با منافع ملی مخالفه، دشمن منافع ملی، رژیم جمهوری اسلامیه. ولایت مطلقه فقیه همونطور که خمینی گفت، گفت ما هر مصیبتی سر ما اومده از ملی‌گرایی، از ناسیونالیسم. بنابراین قطر به نفع خودش داره کار میکنه، و اگر از قطر کسی بخواد رابطه‌شو با ایران قطع بکنه، یعنی از نظر اقتصادی ضرر بکنه، و به طور مطمئن اگر این ارتباطی رو که با ایران داره که به رفع ایران هم میتونه تموم بشه، به ازای اون بزرگترین پایگاه نظامی رو به آمریکا داده. و خیلی جالبه که این ایرانی که دائم داره، این ولایت فقیه فاشیستی که دائم داره انتقاد میکنه از نفوذ آمریکا در منطقه خاورمیانه، خیلی جالبه که هرگز نیومده یک کلام انتقادی راجع به وجود بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه نسبت به قطر میگن. همونطور که رژیم جمهوری اسلامی دائم داره صحبت از دفاع از مسلمین میکنه، ولی تا حالا یک کلام انتقادی نسبت به رفتاری که چین با مسلمان خودش داره، یا رفتاری که جنایاتی که پوتین در چچنیا با مسلمان، یعنی ما همونطور که گفتیم، ما یه رژیمی داریم، یک قسمت مافیایی و یک قسمت فاشیستی، یعنی سیستمی که از بیخ و بن هیچ نوع ارتباطی با اخلاق و معنویت و حقوق انسان نداره، تو این سیستم کار میکنه. ولی قطر حداقل در پی منافع ملی یا منافع رژیم خودش هست، که هم با آمریکا ساخته، هم با ایران رفتاری داره، و هم تونسته دنیا رو قانع بکنه که این مسابقات فوتبال رو در اونجا بذارن. واقعا بسیار دنیا خیلی پیچیده تر از اونه که ما بخوایم راجع بشین که یکی این کشورها تا حدودی طرفدار این یا اون موضع هستن یا نیستن. قطر برای اینکه مسابقات فوتبال بره به قطر، میلیاردها دلار هزینه کرده که بتونه اون زیربنایی رو که لازمه واسه این مسابقات که اصلا نداشته اینا رو احداث بکنه. الان موضوعی که هست، بسیاری از بازیکنان تیم‌های معروف دنیا مثل منچستر یونایتد و نظائر هم آمدن و دارن انتقاد میکنن از اینکه چرا فدراسیون بین المللی فوتبال آمده و این اجازه رو داده که این بازی‌ها در قطر صورت بگیره، به خصوص که همونطور که هموطنانمون مطلع هستن و الان سر این موضوع هم جنجالی به پاست، از ورود رسانه‌های برون مرزی و گزارش مسابقات جلوگیری شده و ویزاهای اینا رو که قبلا تایید شده بود لغو کردن. این رو به چه صورت می‌بینید شما؟
اگر اینها مخالف بودن این تصمیم گرفته شده الان نمیتونن تغییرش بدن مگر اینکه یه عده بیان بگن که ما این مسابقات رو تماشا نمیکنیم که اونم بسیار بعیده. یعنی انتقادات و مخالفت ها در اوائل امر بوده، خصوصا از سوء استفاده ها و استثماری که قطری ها از کارگران خارجی میکنن که اینا کوچکترین حقی ندارن و هر اعتراضی بخوان نسبت به وضعیت خودشون در قطر بکنن بلافاصله از کشور خارج اخراج میشن. بنابراین قطر هم از نظر اقتصادی و هم از نظر حضور نظامی نیروهای آمریکا وضعی داره که به نظر من میتونه، و وضع از نظر اقتصادی هم جمعیت بسیار محدود، جمعیت کم و ثروت بزرگ از درآمد نفت، یعنی که قطر از جهت بسیار ثبات و بقای رژیم وضع برای خودشون وضع ثابتی داره و از این استفاده میکنن و در چارچوب یه کشوری است که اقلیت کوچیکی این کشور رو کنترل میکنن از نظر اقتصادی و امنیتی و تمام کارهایی که میکنن در چارچوب منافع هیئت حاکمه این کشوره. این که واقعیتیه که قابل تغییر هم در آینده قابل پیش بینی نیست، خصوصا که با آمریکا رابطه بسیار خوبی دارن هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی. دکتر فرهنگ، آقای اوباما آمد و رسما اقرار کرد که در این که همراه با جنبش سبز مردم ایران نشد معذرت خواهی کرد به طور غیر مستقیم، که البته این مورد پذیرش بسیاری از هموطنان ما نیست، ولی در طول این مدت رژیم با لابیستایی رو که داشته و عواملی رو که در همه جای دنیا داره به اصطلاح بیکار ننشسته و این لابیستا این عواملی رو که داشته مخصوصا در شرایطی که امریکا هیچ گونه به اصطلاح اون اینتلیجنسی رو که در سابق در ایران داشت نداشت و تمام منابع خبری و اطلاعاتی محدود میشد به همین عوامل رژیم که در خارج از کشور فعال بودن، تونستن یه همچی کاری رو انجام بدن و یه همچی برنامه‌ای رو پیاده بکنن. آقای جو بایدن، پرزیدنت بایدن، که الان خودش با مشکلات زیادی روبرو هست علارغم تمام تلاشایی که میکنه، و حزب جمهوری خواه امریکا که روزی یکی از معتبرترین احزاب امریکا بود بین این دو حزب، واقعا حزب معتبری بود و عنوان گراند اولد پارتی رو داشت، به اصطلاح حزب قوی قدیمی، و امروز میبینیم که چه تشتتی وجود داره و تمام کسانی که رفته بودن به سمت و سوی آقای ترامپ و مورد تایید ترامپ بودن در انتخابات میان دوره‌ای به وضع عجیب غریبی به اصطلاح آرایشون مطابق اون چیزی که پیش بینی میکردن جمهوری خواهان نبود و طرفداران ترامپ. میدونیم که به هر حال امریکا سیاست داخلیش در دنیا مورد توجه و مؤثره. چیه نظرتون در این مورد؟ ترامپ بزرگترین خدمت رو به پوتین کرد، به این شکل پوتین که در واقع از KGB میومد، که پوتین هنوز از معرف روسیه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خودش هم ساخته و پرداخته دستگاه KGB بوده، یعنی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی روسیه. اینها سالها و سالهاست کوشش می‌کردند که از راه تبلیغات و به طور کلی از راه‌های اطلاعاتی و جاسوسی اعتبار نهادهای سیاسی و قضایی آمریکا رو زیر سوال ببرن، برای اینکه درگیری
نظامی و اقتصادی نمیتونستن به آمریکا داشته باشن. از نظر اقتصادی آمریکا قدرت بزرگ دنیا بود، نفوذش از نظر فرهنگی بسیار وسیع بود و این ترامپ امروز تونسته کاری بکنه که امروز هنوز 35% بر مبنای سنجش افکار، 35% از مردم آمریکا من انتخابات دو سال پیش پرزیدنت بایدن تقلب بوده. بزرگترین دستاورد پوتین و دستگاه امنیتی روسیه بوده که این بی‌اعتباری رو در آمریکا ایجاد کرده و ترامپ خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته به عنوان عامل پوتین در آمریکا و اگرم توجه داشته باشین 13 نهاد امنیتی و اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدن که روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا دخالت داشته. موفق بوده یا نبوده نه، تبلیغاتی ایجاد کرده که بر ضد خانم کلینتون بود و ایجاد در واقع بی‌اعتمادی به نهادهای آمریکا بود و یادتون باشه ترامپ در برابر در کنار پوتین واستاد و گفتش که پوتین راست میگه، یعنی اون 17 نهاد اطلاعاتی و آمریکایی کشور خودش غلط گفتن و این درست و این هنوز در آمریکا بود و این کار ساده ای نیست که حتی در این انتخابات هنوز جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا رو کنترل میکنن. هنوز در این مملکت ترامپ 35-40% از مردم به او رأی میدن و ترامپ ماهیت دموکراتیک این کشور رو زیر سوال برده و به طور کلی خیلی روشنه که با دموکراسی مخالفه. یه واقعیت غیر قابل انکاره. نهادهای امنیتی، نهادهای قضایی این کشور رو تمام زیر سوال برده و اینا رو متهم به فساد میکنه. این نتیجه این چی بشه واقعا ما نمیدونیم. این انتخابات خوشبختانه اون شکلی که ترامپ فکر میکرد نتونست خواست همه خواسته های اون رو برآورده بکنه، ولی هنوز علارغم شکستی که در اینجا خود، علارغم کنف شدنش در این انتخابات، هنوز 35-40% از مردم بر مبنای سنجش افکاری که میدن از او حمایت میکنن و هم بر اون مبنا هم است که خودش رو کاندید ریاست جمهوری 2024 کرده و میلیون ها دلارم پول همین طرفدارانش دارن براش میفرستن. واقعا عجیبه. چرچیل یه حرف جالبی راجع به دموکراسی میزد، میگفت دموکراسی بدترین نوع حکومت در دنیاست بجز انواع دیگر حکومت هایی که بشر تجربه کرده. و چرا؟ برای اینکه میشه از دموکراسی استفاده کرد بر ضد دموکراسی، کاری که هیتلر در آلمان کرد، کاری که موسولینی در ایتالیا کرد و کاری که ترامپ بخواد در آمریکا بکنه. این یه واقعیت. تا چه اندازه مردم بتونه این واقعیت رو درک بکنن و در انتخابات آینده و در دو سال آینده بیان ترامپیسم رو باش مبارزه بکنن، این امید فعالین مترقی دموکرات ها و مستقلا در آمریکا چی بشه ما نمیدونیم، ولی هنوز اون خطری که در برابر جامعه آمریکا یعنی دموکراسی آمریکا وجود داره رفع نشده. دکتر فرهنگ، اشاره کردید به منابع مالی و پولدارهایی که از ترامپ دفاع میکردن. دیروز اعلام شد که چند نفر از بزرگترین یعنی بالاترین کمک کنندگان مالی به ترامپ سرباز زدن و گفتن دیگه حاضر نیستن دفاع بکنن. و صحبتهایی رو که مایک پنس کرده که در دو دیشب در یک جلسه تاون هال میتینگ سی این این برگزار کرده بود که به سوالات پاسخ داد و با دیوید میور هم در ای بی سی مصاحبه کرده بود که البته آقای میور خیلی رک و راست باش مورد چالشش قرار داد. آیا فکر کنی؟ و همچنین موضوع فرماندار فلوریدا که در واقع شده رقیبی برای ترامپ که ممکنه در انتخابات پیش رو شانسی نداشته باشه و این دو سال قبل از رسیدن به موعد انتخابات اعلام داوطلبی کردن خودش سر و صدایی را انداخته. ما کمتر از 30 ثانیه وقت داریم آقای دکتر. متاسفانه این رقبای به اصطلاح ریپابلیکن ترامپ
اینها مثل خامنه ای و مثل خامنه ای و ظریف و روحانی دو دوز بازن. به این معنا که از یه طرف میگن ما با تمام سیاست های ترامپ موافقیم. تمام تصمیماتی که ترامپ موقعی که این 4 سال رئیس جمهور گرفته موافقیم، حمایت میکنیم ازش. ولی با بعضی مواضعی که در رابطه با سوالاتی که مطرح میکنه مخالف، یعنی هم میخوان از پایه اجتماعی ترامپ استفاده بکنن و هم میخوان بین خودشون و ترامپ نوعی تصویر ایجاد. این دو دوزه بازان سیاسی برها همه جای دنیا هستن، در ایران خودمون هم هستن، در اینجا و شباهت‌های زیادی بین ترامپ و خمینی وجود داره. فرصتمون پایان یافته، سپاسگزارتون هستم، امیدوارم در فرصت‌های آینده بتونم از محضرتون برخوردار بشم. از بینندگانی که با ما بودید سپاسگزارم و از رضا کیهان که مثل همیشه کارگردانی برنامه رو به عهده داشت. روز و روزگار خوش.